سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. برخی از فرماندهان امنیتی چندین عملیات شبانه را که اطلاعات آن از سوی نیروهای آمریکایی در اختیار آنان قرار گرفته بود رد کردند. مقام های آمریکایی گفتند این اطلاعات شامل افراد بلند پایه هراس افغانان بوده است. در همین حال شیر محمد کریمی رئیس ستاد ارتش کشور نیز این موضوع را تایید کرده، گفته است فرماندهان ارتش 14 تا 16 عملیات شبانه را در دو ماه گذشته به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام ندادند. این در حالی است که بر بنیاد یک توافق اخیر رهبری عملیات های شبانه از نیروهای خارجی به نیروهای افغان واگذار شده است. 4 زن شب گذشته در ولایت کاپیسا زخمی شدند. یک مقام امنیتی این ولایت میگوید مخالفان مسلح دولت حوالی ساعت 12 شب گذشته در ولسوالی حصه اول کوهستان کاپیسا بر یک نهاد خصوصی که قابله ها را آموزش میداد حمله مسلحانه انجام دادند که از اثر آن 4 قابله زخمی شدند. به گفته او 5 تن در پیوند به این حمله بازداشت شدند و بررسی ها از آنان جریان دارد. 3 مخالف مسلح دولت شب گذشته در ولسوالی موساقلی ولایت هلمند کشته شدند. معاون هماهنگی فرماندهی پلیس هلمند میگوید این رویداد زمان رخ داد که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بر یک پسته امنیتی در ولسوالی موساقلی این ولایت حمله کردند که در نتیجه فیر متقابل پلیس 3 طالب کشته شدند. با گفته او در این درگیری شمار جنگ افزار نیز به دست پلیس افتاده و یک پلیس نیز به گونه سطحی زخم برداشته است. برخی از اعضای کنگرس که اخیراً از افغانستان دیدن کردند پس از برگشتشان به امریکا از وزیر خارجه این کشور خواستند تا شبکه حقانی را در فهرست سیاه شامل کند. آنان پیش از این نیز از خوشبینی باراک اوباما در مورد دستاوردهای جنگ افغانستان انتقاد کرده و گفته بودند طالبان با گذشته 10 سال از جنگ افغانستان هنوز طالبان قوی هستند. این پیشنهاد در حال صورت میگیرد که شبکه حقانی در شمار زیاد حملات هراس افغانی در افغانستان متهم است. توافقنامه همکاری های درازمدت راهبردی میان افغانستان و آلمان هفته آینده امضا خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید قرار است رئیس جمهور کرزی پیش از نشست شیکاگو به آلمان سفر کند و در این سفر با نخست وزیر آلمان سند همکاری های درازمدت دو جانبه را امضا کند. پیش از این افغانستان توافقنامه همکاری های راهبردی را با هند، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و آمریکا امضا نموده است و آلمان ششمین کشور است که با افغانستان توافقنامه امضا می کند. اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی کشور را به شدت تقبیح کردند. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه میگوید اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان در این دیدار همچنان از روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان استقبال نموده خواهان تسریع این روند شدند. در خبرنامه همچنان آمده است که شورای سرتاسری علمای کشور از مخالفان مسلح دولت خواسته است تا دروازه‌های مکاتب را برای دانش آموزان بسته نکنند. این در حالی است که یک منبع امنیتی افغانستان به تلویزیون یک میگوید که ایسای پاکستان و شورای کویته در یک نشست مشترک به تاریخ 8 ثور فیصله کردند تا مکاتب در سراسر افغانستان بسته شوند. و در نتیجه انفجار بمب در شهر پشاور پاکستان دست کم یک پلیس کشته و 17 تن دیگر به شمول 12 غیر نظامی و 5 پلیس زخم برداشتند. مقام های پلیس پشاور میگویند این انفجار که صبح امروز در ساحه گلبهار پشاور روی داد ناشی از بمب کارگزاری شده در کنار جاده بوده و یک واسطه نقلیه پلیس را آماج قرار داده است. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقام های محلی طالبان پاکستانی را عامل این گونه حملات می دانند. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.